درود بر همینان ارجمند، شاهین نژاد هستم. در فرصت دیگر با خلوت اندیشه در خدمتون هستم. امروز میخواستم با شما در میون بذارم مطلب ایجاد جوک، پخش جوک در جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. درباره مصیبت‌هایی که در کشور پیش میاد، اتفاقات بسیار تلخی که میفته، مثلا به شماری از دختران در اصفهان بر روی اون اسید پاشی میشه، یا یک آموزگار قرآن به تعداد نوجوان تعرض جنسی میکنه و اتفاقات از این دست، یا حتی اختلاس‌های سنگین، پول‌های سنگینی که از خزانه کشور میره بیرون، مسئله خوردن پولی که مربوط و مال ملت ایرانه، همه اینها چه مصیبت‌هایی که در ارتباط با مسائل اجتماعی است، چه اونایی که در ارتباط با مسائل مالی است، به صورت جوک در جامعه مطرح میشه و وقتی جوک بیرون میاد یه مقدار زیادی جلوی بالا رفتن خشم مردم رو میگیره. مردمی که قاعدتاً در یک جامعه سالم با شنیدن این خبرها باید خشمگین بشن و باید صدای اعتراضشون بالا بره برای اینکه بتوانن مسببین این جریان رو کیفر بدن و یقه کسانی که مقصر بودن رو بگیرن، عملاً وقتی مطالب رو در قالب جوک ها میبینن خشم میخوابه و به بیخیالی تندر میدن. یعنی انباشتگی خشم ملی که میتواند باعث یک سونامی بشه و تبهکاران رو به زیر بکشه، جای خودشو میده به بیخیالی، به بیمسئولیتی و باری به هر جهت برگزار کردن. من فکر میکنم که خیلی هوشمندانه عناصری از درون حکومت کارشون همین است که مسائل و مشکلات بسیار ناجور و موزلات بسیار تلخ و بلافاصله با جوک تزریق میکنن به شبکه‌های اجتماعی. در قالب پیامک میره، رو تلگرام میره و رو فیسبوک میره و اینگونه خیلی از ماها که بدون اطلاع و بدون هوشیاری این مطالب رو پخش میکنیم، عملا همراه میشیم با لوس کردن یه مطلب بسیار بزرگ و تبدیلش کردن به جوک‌های بسیار سطح پایین. حواسمون باشه این جنگ روانی است و این جنگ روانی رو به دشمنان ایران و ملت ایران نبازیم. سپاسگزارم از توجهتون.